حکم اعدام قتل حکومتی توماج صالحی، هنرمند محبوب و مردمی، باعث اعتراضات گسترده‌ای شده در سطح جهانی و در خود ایران. خیلی ها میگویند که نمیتونید صدای توماج عزیز ما رو خاموش بکنید. همراه هستیم با آقای اقبال اقبالی، دایی توماج، ساکن آلمان، که از ایشون بپرسیم اساساً روند این خوب چه بوده؟ درود بر شما آقای اقبالی. درود به شما و درود به بینندگان شما. اگر اجازه بدین که یک کمی حکایت توماج را از چند سال قبل آغاز کنم. بله حتما. من در واقع پرسش اساسی من اینه که چون شما دنبال میکنید، اطلاعات بیشتری دارین در این باره، خواستم اینا رو بگید که اساسا این روند که منجر به این حکم اعدام توماج شده چه بوده؟ بله، نخستین باری که توماج دستگیر شد نزدیک فکر کنم 13 روز زیر بازجویی بود. هنگام دستگیریش تظاهرات خیلی بسیاری رو ارگانیزه کردیم در خارج کشور و بازجوها خیلی عصبی بودن از اینکه نمیتونستن شکنجهش بکنن، چون هم وقت ما اعلام کردیم که اگر دست به توماج بزنین ما در واقع از نهادهای بین المللی میخوام که به زندانهای ایران مراجعه کنن و مشاهده کنن که چه جنایتهایی در این زندانها داره صورت میگیره و یک مجموعه حرکت ها. بعد 13 روز توماج آزاد شد. بار دوم در واقع با همین آغاز انقلاب زن زندگی آزادی بود که توماج یک هنرمندی بود که درد مردم رو بیان کرد و از کف جامعه سخن گفت، سرود و خودش هم به کف جامعه رفت و اون چرا که گفت به دل مردم نشست، چون هم درد مردم بود، هم حقایق جامعه ما بودن، همین که در این بیان صداقت و شجاعت و دلاوری بود و این مجموعه اینا و خود کاراکتر توماج باعث شد که محبوبیت خیلی زیادی تو جامعه پیدا بکنه. توماج تونست هنر خودش رو در واقع با هماهنگ کنه با انقلاب زن زندگی آزادی. میدونیم که این انقلاب با مرگ مهسا آغاز شد و در واقع استارت یک انقلاب در ایران زده شد و مردم در اعتراض به قتل حکومتی مهسا به خیابون اومدن و شعار با شعار زن زندگی پیش رفتن تا اونجایی که به نظر من یک توازنی ایجاد شد بین قدرت مردم و قدرت حکومت. حکومت به جایی رسید که نمیتونست مردم رو سرکوب بکنه، جامعه شهروندی رو سرکوب کنه و از طرف دیگر جامعه شهروندی هم در موقعیتی هم بود که بتونه به حکومت تعرض بکنه. بخش پیشرو این انقلاب تنها موند، یعنی جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی اینا به حمایت این بخشی که پیشتاز انقلاب بود نرفتن، تنها موندن و در واقع با یک مجموعه دستاوردا این انقلاب وارد یک رکود موقت شد و در واقع دستاورداش در چند حوزه بود. یکی در حوزه جهانی یک انقلاب زن زندگی آزادی به دنیا معرفی شد. دنیا فهمید که زیر پوسته جامعه ایران چیه،
یعنی این چیزی که حکومت اسلامی است خیلی سطحی، خیلی ظاهری و خیلی بیپایه است. اون چی کف جامعه هستش، تو متن جامعه هستش، همونیه که در صدای توماج ها، در صدای هزاران توماج در کف خیابون مطرح شد. این در حوزه جهانی. در حوزه مسائل زنان، در واقع از برابری جنسیتی و پیشتازی نقش زنان در این انقلاب باعث شد که خیلی خوب بدرخشه و شهامت و شجاعت و دلاوری زنان ایران مورد تحسین جهان قرار گرفت و اینم خیلی کمک کرد که این انقلاب در واقع صداش، فریادش و جهانی بشه. و موضوع دیگه، موضوع سوم این بود که حکومت اسلامی در موقعیتی قرار گرفت که دیگه نمیتونست اعدامای فله‌ای رو بکنه مثل دهه 60. یعنی از این موقع، از در موضوع مسائل زنان، مسائل اعدامای فله‌ای، نه اینکه اعدام نمیکرد، اعدام کرد، ولی نه به شکل گذشته. و در حوزه جهانی، این حوزه های عقب نشینی و پیشرفت این در واقع دو سوی این جنگ در یکی دو سال اخیر بود. دوران رکود موقت فرا رسید و حکومت اسلامی خودش رو آماده کرد برای یک تعرض دیگه، که این تعرض رو در واقع به نوعی میشه گفت که انتقام جویی از انقلاب زن، زندگی، آزادی است. و پیشتازان آن، پیشتازان این انقلاب زنان بودن که الان میتونیم میبینیم که سراسر ایران حکومت کوشش میکنن که حکومت نظامی برقرار کنند و در واقع جنگ و گریزی است بین جامعه زنان ایران و این حکومت دیکتاتور و بربرمنش، برای که بخواد اعمال بکنه اون سیاست اسلامیزاسیون ایران را. مقاومت در سطح ابعاد کشوری، در ابعاد ملی وجود داره. از طرف دیگه چهره های این انقلاب را هدف قرار داد. یک عده رو که کشتن و ما دیدیم اعدامایی که کردن متاسفانه. و الان در واقع که حکومت در حال تعرض استش، میخواد چهره های یا نمادهای مقاومت و مبارزه این انقلاب رو بشکنه، سرکوب کنه، اعدام کنه. حکم یک جمله تمام کنم. حکم اعدام به در واقع توماج، در واقع اعدام، حکم اعدام به توماج یک هنرمنده، در واقع یک انسان، یک آدم تشکیاتی نبود که بخواد و یک انقلاب حرفی نبود، فقط از موزه هنری مسائل جامعه رو مطرح کرد. در واقع حکم اعدام به توماج حکم اعدام به یک انقلابه و واقعش اینه که نه انقلاب شکست پذیر هستش، این انقلاب شکست ناپذیره، شکست ناپذیر نیست، چرا که در اندیشه جامعه ایرانی رخ داده و این رو نمیشه از بین برد. و خود توماج هم نشون داد که با ارزشایی که ایجاد کرد، با فرهنگ مقاومت و مبارزاتی که از خودش نشون داد، نشون داد که شکست ناپذیره، نامیراست. اگر هزار بار هم اون رو به لحاظ فیزیکی نابود بکنن، ولی توماج زنده است و نامیرا هست و در نامیرا هم خواهد ماند. من دستگیری توماج به خوبی که به اون دادن، این رو در واقع ناشی از ضعف و ناتوانی حکومت و ناشی از انتقام جویی از مردم و انقلاب زن، زندگی، آزادی میدونم. بله. آقای اقبالی، شما زمینه های این حکم رو توضیح دادید، زمینه های اجتماعی شو، و گفتید که چرا اساسا به توماج این حکم رو دادن. روند دادگاه توماج
چگونه پیش رفته در اون در این زمینه چه خبری دارین؟ چون در دادگاه اول این حکم اعدام دادن، بعد نقض شد، بعد مجازات شد و دوباره دستگیرش کردن، رفت دادگاه، همینطوری که وکیلش هم گفته دیگه، و این یو از توی این دادگاه هم که بی دادگاه حکم اعدام در اومد. چه خبرهایی در این زمینه دارید؟ بله، من خدمت رو عرض کنم که شناخت ما یک شناخت تاریخی از دادگاه در حکومت اسلامی، از خود حکومت اسلامی، و یک واقعیتی هست که ما باید بهش توجه کنیم. من این بارها گفتم و در مصاحبه‌های گوناگون که در واقع بیقانونی در حکومت اسلامی قانونمند شده، فساد در حکومت اسلامی قانونمند شده، غارتگری، جباریت، همینا قانونمند شدن. احکامی که به صادر میشه در حکومت اسلامی در واقع ناشی از اون قوانین ارتجاعیه که در تناقض با حقوق انسان، حقوق بشر و تمام ارزش‌های که بشری قرار داره. بنابراین این دادگاه هیچ رسمیتی ندارند از نظر قوانین بین الملل، از نظر حقوق بین الملل، از نظر حقوق بشر یک رسمیت ندارن. دوم، اون چرا که در واقع تصویب کردن، اون قوانین ارتجاعی خودشون رو هم باز خودشون بهشون پایبند نیستن. یعنی احکامی که صادر میشه بر اساس قوانین خودشون هم نیست. توماج دستگیر شد، شکنجه شد تا حد مرگ. تو هفته‌های اول، ده روز اول رو تکلمش رو ده روز تکلمش از دست داد، بینایی چشمش از دست داد و اندامش از همه جا آسیب دید و بعد مدت طولانی انفرادی بردنش دادگاه و به حبس محکوم شد، 6 سال حبس و بعد آزادی با وثیقه. بعد 12 روز آزاد بود. در این 12 روز توما چه کار کرد که بعد از آزادیش یک باره به اعدام محکوم شد؟ باید یک جرمی رو مرتکب شده باشه. اون جرم چی بود؟ اینا هیچ پاسخی ندارن. بله، یک کاری کرد توماج. از اینا را شد، گفت من شکنجه شدم. تضاد و درگیری هایی که در درون خود حکومت هستش بین قوه قضاییه و بین اطلاعات، بین مافیاهای حکومت، این تضادشون رو خیلی خوب تشخیص داد و این را علنی کرد. و این برای سردمداران حکومت غیر قابل تحمل شد و خواستن نشون بدن به دنیا که بله، حتی این دادگاه های سفاره که عامل اجرایی هستند، این دادگاه های دست نشانده، اینها را ما حکمشون رو از 6 سال، ما اطلاعاتی ها، ما نظامیان و ما مافیای غالب در حکومت، ما میتونیم حکم این دادگاه را از 6 سال از آزادی به اعدام تبدیل بکنیم و این کار را هم کردن. ولی برای این کارشون تاوان سنگین خواهند داد. انقلاب ایران با جنبش مهسا آغاز شد و با روح توماجی تعمیق خواهد پیدا کرد، همه گیر خواهد شد و کاری که این رژیم داره میکنه آتشی را به پا خواهد کرد که دامن کلیت نظام را برای همیشه خواهد گرفت. من روی این تردید ندارم، چون شما میبینید تو سراسر دنیا هر جا که ایرانی هستند خشمینن از رژیم،
نگرانن و این وضعیت دیاسپورای ایرانی انعکاسی از وضعیت جامعه ایرانه. ما همین وضعیت رو هم در جامعه ایران میبینیم که در میان تمام اقشار جامعه چنین وضعیتی هست. جامعه ایران حساس شده نسبت به جون بچه هاشون، به زندگی انسان حساس شده. یعنی دوره دهه 60 نیست که فلهی یک هفته 4500 نفر اعدام بکنن و همه برن تو خونه هاشون قایم بشن. الان حرف میزنن مردم، الان خودشون آماده میکنن برای اینکه جواب دندان شکن به حکومت بدن. بارها مطرح شد که برن جلو زندان دستگیر در اصفهان اونجا تجمع بکنن، تجمع خیلی بزرگ، ولی به دلایل حساسیت هایی که وجود داره این کار رو فعلا نکردن. من مطمئنم که اگر یک مو از در واقع توماس کنده بشه، فقط یک مو، موج دوم انقلاب زن زندگی در واقع موج توماجی اون شروع خواهد شد و سرنوشت حکومت اسلامی رو در هم خواهد پیچید. و این رو من با توجه به تحلیلی که از شرایط جامعه دارم، شرایط اقتصادی و بحران‌های همه جانبی که کل نظام را در بر گرفته، چنین چشم‌انداز انفجار تودی و سراسری که کلیت نظام را در بر می‌گیره، این به نظرم راه دوری نداریم. حالا خیلی ها اشاره کردن، حتی تشکلهایی در داخل کشور، که این حکم در واقع درماندگی و رسوایی حکومت هست. یه عده از نزدیکان به حکومت هم مقاله نوشتن، گفتن که این حکم اجرا نخواهد شد و توماج اعدام نخواهد شد، شبیه حکم هاشم آقاجریه که در درگیری های جنایی داده شده بود و اینا، و این بی خود و بی جهت صرفا هزینه هاشم تحمیل میکنه خصوص در سطح بین‌المللی. نظر شما چیه؟ این خود فرمایشات جنایی اصلاح طلبه که اینا آینده رو یکمی بهتر واقعی تر از جنایی مسلط میبینن، میدونن که در فردای آینده خیلی نزدیک سرنوشت قذافی ها اینا دوچار خواهم شد. اینا بازی هایی که اصلاح طلبان میکنن که خودشون رو از زیر بار 45 سال جنایت و بخشیگری کنار بکشن، ولی چنین چیزی ممکن نیست. تفاوتی بین اینا نیست. کسانی که در چارچوب حکومت اسلامی هستن، در چارچوب دفاع از این نظام هستن، اینا صلاحیت این را ندارن که در مورد توماج و توماجا و فرزندان ما قضاوت بکنن. اینا جنایتکاری هستن که فردا باید تاوان جنایاتشون رو بدن. بنابراین من وارد این بحث میشم که کی چی گفت چی نگفت. فهم میدونم که مردم فرق نمیذارن بین اینا. یعنی آینده، امیدوارم که انقلاب ایران انقلاب قهرآمیز نباشه، ولی تحلیل من این هست که خواهد بود و یک انقلاب قهرآمیز را به ملت ایران حکومت اسلامی تحمیل خواهد کرد و در اونجا کسی فرقی نخواهد گذاشت بین اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب و اون که گفته که حکم توماج درست بوده یا درست نبوده، حکم اعدام. اینا هم اونا هستن که شما بیاد دارین، منم بیاد دارم که دهه 60 چه کار کردن. یعنی 45 سال اینا دارن جنایت میکنن، با یک موضعشون نمیشه در واقع تاریخ کثیف از جنایتکارانشون رو پاک بکنن. بله آقای اقبالی، همینطور که شما اشاره کردین بسیاری خشمگینن و اعتراضات گسترده هم در داخل و هم در خارج کشور برگزار شده و در حال برگزاری است و قرار است برگزار بشه. همه این سوال رو هم از خودشون میپرسن که چه کار میشه کرد برای نجات
جان توماج صالحی بله. علاوه بر اون کاری که در حال برگزاری است و خود شما هم شرکت کردی در تظاهرات‌های مختلف، در آکسیون‌ها و همایش‌های گوناگون، چه باید کرد؟ واقعیت اینه که یک مجموع اعضاست در مقابل ما به عنوان دیاسپورای ایرانی قرار داره، یکی در مورد عزیزانمون که در ایران هستن که بحث خیلی مفصلیه، ولی من مختصر خدمت شما عرض می‌کنم که ما دیاسپورای ایرانی به نظر من باید کوشش کنه که ریل سیاست این اتحادیه اروپا و کشورهایی که خودشون رو دموکراتیک میدونن، مدافع حقوق بشر میدونن، اینها باید ریل سیاست رو تغییر بدن. من در تظاهرات دورتموند این رو مطرح کردم که این پرسش رو باید در برابر دولت آلمان و دول اروپایی قرار بدیم و بپرسیم که چه تفاوتی است بین حماس، طالبان و حکومت اسلامی؟ آیا تفاوتی کیفی بین اینا هست؟ شما با چه معیار، با معیارهایی که با حکومت اسلامی دارید، چرا در ارتباط ارگانیک با حماس قرار نمیگیرید و طالبان و حشد شعبی و داعش؟ مگر چه توضیحی دارن برای اینا؟ بنابراین ما خواهان تغییر ریل هستیم، برای این مبارزه میکنیم، هم در کف خیابان، هم از طریق بالا، از پایین و بالا، که اروپا سیاستش رو تغییر بده. یعنی اینکه خاص ما اینا، و در یک نامه سرگشاده من هم نوشتم و ارسال شده، همجا هم صحبتم کردم، و یک اینکه حکم اعدام توماج لغو بشه، دو تمام احکام اعدام در ایران لغو بشوند، سه زندانیان سیاسی آزاد شوند، چهار در واقع یک انتخابات دموکراتیک در ایران برگزار بشه با نظارت سازمان ملل و زندانیان آزاد شده از زندان، یعنی انتخابات با نظارت این دو گروه، و در صورتی که این مراحل طی بشه، حکومت اسلامی اگر چیزی ازش بمونه، اینها برن باش رابطه برقرار کنن. در غیر این صورت یک بایکوت در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باید صورت بگیره. ما از این سیاست دفاع میکنیم در اروپا و فکر میکنم این رو ما باید به جامعه اروپایی، به دولت‌های اروپایی در واقع این سیاست رو تحمیل بکنیم، از طریق گفتگو، از طریق مشاوره، از طریق رفتن در خیابون و اعتراض به این سیاست‌هایی که در واقع همدستی و همکاری با فاشیسم اسلامی است. ما فرقی بین فاشیسم حماس، فاشیسم داعش و فاشیسم دینی در ایران قائل نیستیم. بنابراین این وظیفه‌ای که در خارج هستش، ولی این کار چجور باید پیش بره، این مهمه. به نظر من نهادهای شهری که هستن و همینها معرف انقلاب زن، زندگی، آزادی بودن، افراد نبودن، گروه ها نبودن، سازمان ها نبودن، نهادهایی بودن که در شهرها شکل گرفتن و اینها تونستن تظاهرات شهری رو در واقع راه اندازی کنن، خودشون رو به جامعه آلمانی معرفی کنن یا جامعه جهانی معرفی کنن و از در واقع ارتباط همینا با نیروهای حکومتی تونستن در واقع حمایت جهانی را برای انقلاب زن، زندگی، آزادی در حد معینی جلب بکنن. همین رمندم به نظر من حالا به شکل دیگه در داخل کشور که اون تشکلهای شهری خودمدیریت و از نظر من سوسیال دموکراتی انقلابی، اینان که میتونن که همون در واقع گروه های محل محور، جامعه ما یک جامعه شهروندیه
و این آمادگی رو داره که این نهادها در شهرها شکل بگیره، همون چیزی که در مثلا در آنها بشه کمونا هستند و اینا شهرها رو اداره بکنن و بعدن حالا اون مربوط به آیندت میگه ولی حضرت محصول شکل گرفته. بله شما توضیح دادی درباره سیاست کشورهای اروپایی و حتی آمریکا که چگونه برخورد بکنه و دیاسپورای ایرانی چگونه برخورد بکنه. یه جایی این رو ربط دادین به جنگ در غزه، یعنی چجوری؟ یعنی مثلا حماس، جنگ غزه و دیاسپورای، یعنی طرفگیری خود به خود در این جنگ هست و این سیاست رو بیاریم تو ایران، منظور تو این بود؟ نه، منظورم این که در غزه در واقع یک جریان اسلام فاشیستی داره حکومت میکنه، حماس یک جریان فاشیستیه، در واقع یک جریانی نظیر داعش، نظیر حکومت اسلامی، نظیر طالبان. ما که فاشیسم رو تجربه کردیم، یعنی خیلی خوب این حرکت و جنایت این در واقع گروه رو تونستیم بشناسیم. خب من پرسشم همینه، یعنی میخواییم این رو ربط بدیم به اون، یعنی یک طرف جنگ رو شما محکوم میکنید، فاشیسم اسلامی، حماس، اینا، و اون دولت اسرائیل، این جنایتی که در صورت میگیره چی؟ اون الان بخوام راجع به اون بحث بکنیم، من رو نمیخوام بحث بکنم، میخوام روشن بشه. یعنی شما که داری رهنمود میدین به اپوزیسیون ایرانی، میخواد توی، یعنی خود به خود الان اعتراضات علیه حکومت اسلامی، علیه اعدام‌ها، بعد خود به خود این کشیده میشه به یه واقعی دیگه در غزه، جنگ در غزه، و اونجا یک طرف رو مطرح میکنین ولی یک طرف رو مسکوت میذارین. یعنی توی منظورم توی اون بحثا و ارزشگذاری های دولتی آلمان حرکت میکنین. بله خدمت عرض کنم که صحبت من بر اساس بر این منطق بود که منطقی که مثلا در آلمان، در اروپا حاکمه که مخالفت میکنن با فاشیسم اسلامی، میگن حماس فاشیستیه، منم قبول دارم یک جریان فاشیستی اسلامی که محکومه. من میخوام بگم اگر اونو محکوم میکنی، چرا حکومت اسلامی محکوم میکنی؟ چرا همون سیاستی که در قبال حماس اتخاذ میکنین، چرا همون سیاستی که در رابطه با داعش اتخاذ نمیکنین، چرا همون سیاست رو در حکومت قبال حکومت اسلامی اتخاذ نمی کنین؟ و این تناقض رو ما میخوایم به جامعه اروپا نشون بدیم و بگیم بیاین به سمت انقلاب، انقلاب زن، زندگی، آزادی، و با جامعه ایران باشین، نه با دشمنان مردم. این بحث من اینه. ولی بس، اگر در مورد مسئله اسرائیل محمد اون جنگی که اونجا برقرار شده، من در حوزه سیاست جهانی هرگز با، یعنی نمیتونه سیاست داخلی جدا باشه از سیاست خارجی. در سطح جهانی من با فاشیسم اسلامی به هیچ شکلش همسو نمیشم و همکاری نمی کنم. آیه حالا که البته بحث ما اون نبود، ولی چون شما کشوندین من این پرسش رو کردم، گفتم که تو این دعوایی که جنگی که هست اونجا یا چند هزار نفر آدم هم کشته شدن، خب شما اینو میگین اون رو مسکوت میذارین، خود به خود یک جوری دیگه بس پیش میره. شما دارین رهنمود میدین به نیروهای مخالف ایرانی و این رو ملحوظ میکنین توی بحثتون. اگر از کنارش رد میشدین کاری نمیکنین. متوجه شدم که این توضیحی که دادید که منظورتون اون چارچوب نظری هست که از سوی دولت آلمان عرضه میشه، شما میخواین تناقضات اونا رو بگیرید. به هر حال در پایان اصلا باید روشن بشه. من در رابطه اسرائیل و سیاستایی که داره، من سیاستی که غالب در اولا آغازگر جنگ حماس بود، یک جریان فاشیستی بود، و جنایتی که کرد
ما این جنایت رو 45 سال در ایران دیدیم. همون کارهایی کرد که اسلامی‌ها در ایران می‌کردن، همون کاری کردن که اسلامی‌ها هنگام در واقع حمله اعراب به ایران کردند. یعنی این فاکت هزاران خاطره رو که در حافظه تاریخی ما بود همینا رو زنده کرد. کار در واقع حماس جنایت کرد. اسرائیل حق داشت که از خودش دفاع بکنه، از خودش حق داشت دفاع بکنه، ولی من با سیاستی که اون جریان راست در حکومت اسرائیل دستش با اون موافقه ندارم، انتقاد کردم. و به خاطر همینم اگر در مورد توماس قبلا ایران اینترنشنال با من مصاحبه میکرد دیگه نمی کنم، ولی موضع من روشنه که من منتقدم. یعنی این سیاست تندروی رو، سازش ناپذیری رو و سیاست مذهب در حکومت، حالا چه در اسرائیل باشه چه در ایران باشه یا در یا هر جای دنیا باشه، من این رو نمیپذیرم. آقای اقبالی، در این باره حالا میگم نمیخوام صحبت کنم، ولی فکر میکنم چنین مواضعی کمک نمیکنه یک طرف بگیریم به اون مبارزه‌ای که الان در جریان برای لغو حکم اعدام توماچ. اون اساس مسئله است. خود به خود یک وارد بحثای دیگه میشین که اونجا خب شما منتقدین 40,000 نفر آدم کشته شده، شما منتقدین، محکوم نمیکنین دولت اسرائیل رو؟ یعنی شما دارین بحثش رو میکنین اینجا، یه بحثی رو به پیش آوردین. من بحث من بی خاطر دارم سوال میکنم، اگر شما از کنار یکی رو مسعود میذارین یکی رو محکوم میکنین، خب خیلی هم میتونن هر دوتا رو محکوم بکنن، بگن این فاشیسمون هم فاشیسمه. درسته، میتونن کار بکنن، مشکل نیست. ولی بحثی که من کردم بحث بر سر فاشیسم اسلامیه و برخورد با فاشیسم اسلامیه. شما اگه دوست داشته باشین و منم اگه وقت داشته باشم، ما میتونیم یه بار در مورد وضعیت اسرائیل، اصلا تاریخ اسرائیل و این روندی که بوده و الان که اون روند جنگ برای سرزمین یا در واقع حق زندگی دو تا ملت که این تبدیل شد به یه جنگ دینی، این رو میشه نه حالا اینو که اصلا نمیخوایم توی این مصاحبه بزنیم صحبت کرد، ولی چون شما این رو پیوند زدین، یعنی این مبارزه ای که الان این اعتراضات، این خشم به حقی که راه افتاده برای و مبارزه ای که برای لغو حکم اعدام و رانیدن توماج صالحی از خطر اعدام، این رو ربط دادیم به بحثایی که فکر میکنم کمک نمیکنه به این بحث، به این مبارزه، اون رو میندازه توی چالچولای دیگه. من بی خاطر این رو بحث کردم. نه من مثلا فاشیسم برام مثلا که در ایران حاکمه و فاشیسم اسلامی در ایران و متحدینش، اینا نیروها هستن که باید تحریم بشن، باید بایکوت بشن در حوزه سیاسی، در حوزه دیپلماتیک و در حوزه اقتصادی. فرق نمی کنه که در کجا باشن. حالا من در پایان میخواستم یک سوال بود دیگه بپرسم و اون اینه که توماج صالحی در اغلب ترانه ها و آهنگا رپایی که میخونه توجه داره به اقشار فرودست در جامعه ایران، به زحمت کشان، درباره فقر میخونه و در واقع یک جورایی در جناح عدالت‌خواهی و چپ جامعه می‌ایسته. راحل آثارش این رو می‌گوید و صحبت‌هایی هم که کرده یه صحبت‌های انتقادی داره، یعنی تاکید می‌کنه که راه رهایی مردم ایران خودشونن، نه اینکه توسل جستن به دولت‌های خارجی، دولت‌های غربی، اینا که شعار حقوق بشر میدن و اینها و بر مبنای سیاستش حرکت میکنه. اون اینجوری. از شما می‌خواستم بپرسم که محبوبیت توماج صالحی در چی است؟ در این که هم در آغاز سخنم هم بهش اشاره کردم که توماج در واقع حرف دل کف جامعه رو مطرح کرد و رفت به خیابون در کنارشون.
منظورم از کف جامعه، جامعه ما یک جامعه شهروندیه، یعنی در واقع اکثریتشون با اقشار و طبقات مختلف و هزاران مشکل، هزاران نارسایی و کاسایی، کاسیایی که در این جامعه است. تو ما مشکلات جامعه رو دید، خیلی خوب تشخیص داد، خیلی قوی تشخیص داد و هنرمندانه اونها را طرح کرد. یک هنرمند نمیتونه منتقد جامعه نباشه. اگر منتقد نباشه یکی از حاکمانه، یعنی عضوی از حکومتی هست و یا هر کسی که واقعا از خواستگاه مردم، اکثریت جامعه حرکت میکنه، نمیتونه توجه نکنه به حال و روز اکثریت جامعه، اینکه برشون چه میگذره. اگر غیر از این باشه که به نظر من اون دیگه نمیتونه به عنوان یک انسانی که در کنار مردم هستش خودش رو معرفی بکنه و ماهیت ترانه‌هاش، هنرش، ماهیت سیاستش رنگ و بوی حکومتی پیدا خواهد کرد. من فکر می‌کنم که توماج برای برابری جنسیتی زنان و مردان، عدالت اجتماعی، برای آزادی، برای جدایی دین از مسائل مردم و مسائل حکومت و سیاست، از نظراتش من آهنگایی که خونده یا صحبتایی که کرده من اینطوری فهمیدم و به نظرم این همون ارزش‌های مدرنیه که جا در جامعه ما باید نهادینی بشن. من بسیار سپاسگزارم از دعوت، پذیرفتن دعوت ما و حضورتون در این گفتگوهای اقبال اقبالی. ممنونم. پاینده باشید.